بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. در مصدر شما هستیم. مشروع خبرهای ساعت 14 را به اتفاق همکارانم تقدیم میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری و اعضای هیئت دولت 13 تلاش بیوقفه برای حل مشکلات توده‌های مردم، نه خواص و ویژه‌خواران، اعتقاد عمیق به توانایی‌های داخلی، صراحت در اعلام مواضع دینی و انقلابی، خستگی ناپذیری، مایوس نشدن، رعایت تعامل و عزتمندی در سیاست خارجی، اهتمام به اجرای طرح‌های بزرگ، تواضع و بردباری و معنویت و ذکر و توسل را از ویژگی‌های برجسته فردی و کاری شهید رئیسی خواندند و تأکید کردند. رئیسی عزیز به عنوان یک الگو نشان داد میتوان به عنوان رئیس جمهور یک کشور از مجموعه این خصوصیات فکری، قلبی و عملی برخوردار بود و آن را در عمل دنبال کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که آخرین دیدار اعضای دولت 13 بود، دولت 13 را دولت کار و امید و حرکت برشمردند و گفتند شهید رئیسی واقعا امیدوار و به حق به آینده خوشبین بود و تصمیم قاطع داشت که به اهداف ترسیم شده برسد. ایشان در تبیین ویژگی‌های برجسته آقای رئیسی گفتند به نظر من یکی از مهمترین خصوصیات آقای رئیسی مردمی بودن بود. این باید برای همه ماها، برای دولت ها، برای رؤسای دولت ها، برای اعضای دولت ها، این باید الگو باشه. ایشون به مردم اعتنا می‌کرد، برای مردم احترام قائل بود، در بین مردم حضور پیدا می‌کرد، لمس می‌کرد حقایق را با حضور در میان مردم، حرفای اونها رو می‌شنید و نیازهای اونها رو محور برنامه‌ریزی‌های خودش قرار می‌داد. ایشون اینجوری بود. این محور برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌ها و کارها و شاخص‌هایی که مورد نظر ایشون بود، حل مشکلات مردم بود. حالا بعضی به نتیجه ممکن بود برسه، بعضی نرسه، اما محور کارهای ایشون اینا بود. اونی که ما همیشه در مذاکرات جلساتمون باش مواجه بودیم. این درست همون چیزی است که مورد نظر اسلامه، یعنی این با مردم بودن. رهبر انقلاب ویژگی با مردم بودن را خواست اسلام از مقامات و مسئولان خواندند و با استناد به فرمان امیر مؤمنان علیه السلام به مالکشتر افزودند. حضرت امیر علیه السلام به مالک تأکید می کند محبوب ترین کارها در چشم تو باید کاری باشد که رضایت و خوشنودی توده های مردم را جلب کند، چرا که در همه عرصه ها از جمله مقابله با دشمنی و ایجاد وحدت همین توده های مردم یار تو هستند، نه خواص و ویژه خاران. حضرت می گن اینا این نور چشمی ها از همه توقعشون بیشتره، از همه صبرشون کمتر، از همه کمکشون ضعیفتر و ناقلتر. وقتی توقع از همه بیشتر توقع دارن، وقتی که براس یک کاری ارائه بدن از همه کمتر وارد میدان میشه، وقتی جنگی چیزی پیش بیاد حضورشون محسوس نیست. یعنی در برخلاف توده مردم که حالا ما خوب نمونه هاشو دیگه شما همه دیدید توی میدان دفاع مقدس، در دفاع حرم و دیگر امور. این ببینید، این یه خط روشنی است که امیرالمومنین علیه السلام ترسیم کردن. آقای رئیسی این خط رو حرکت میکرد دنبال این. این خیلی با ارزش، این خیلی خوب، این واقعا الگوست، باید همه یاد بگیریم ماها این کار. خستگی ناپذیری. ایشان اعتقاد عمیق به توانایی‌های داخلی را دیگر خصوصیات برجسته شهید رئیسی خواندند و گفتند
در دوره های مختلف با مسئولان در این باره صحبت کرده ایم. کسی هم مخالف نبود. اما انسان می فهمد که رئیسی از بن دندان به ظرفیت ها و توانایی های داخلی برای حل مشکلات کشور اعتقاد داشت. یک نقطه برجسته دیگری که در ایشون وجود داشت صراحت در اعلام مواضع انقلابی و دینی بود. دو پهلو حرف زدن، ملاحظه این رو کردن که اگر ما مواضع انقلابیمون رو ما سریع بیان کنیم فلون آدم، فلون دسته، فلون شخصیت ممکنه ناراحت بشن. این ملاحظه ایشون نداره، یعنی سریع مواضع انقلابی خودش رو، همون که بهش معتقد بود، پابند بود، همون رو سریع ایشون بیان میکرد. در اولین مصاحبه‌ای که ایشون کرد ازش راجع به ارتباط با فلان کشور پرسیدن شما ارتباط برقرار میشون، گفت خیر، سریع، یعنی هیچ بی ملاحظه، حالا حاشیه و نمیدونم لابلا و نه، خیر، سریع بود ایشون در همه موارد، همینجور بود ایشون، اونجور که دیده بودیم اینجوری بود. خستگی ناپذیری از کار یکی دیگر از ویژگی های شهید رئیسی بود که رهبر انقلاب از آن تمجید کردند. ایشان گفتند من مکرر به رئیسی توصیه می کردم برای ادامه بدون مشکل فعالیت ها قدری استراحت کند، اما او می گفت از کار خسته نمی شدم و واقعا هم خسته نمی شد و این ویژگی عملی حقیقتا تعجب آور بود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مایوس نشدن شهید رئیسی از مشکلات و زخم زبان ها افزودند انسان غالبا از ناسپاسی یا انتقاد دیگران بدش می آید و دل سرد می شود، اما رئیسی با وجودی که رنج می برد و گاهی هم به من شکایت می کرد هیچگاه از این مسائل مایوس و از پیگیری کارها دل سرد نمی شد. رعایت همزمان تعامل و عزتمندی نیز از جمله خصوصیات برجسته آقای رئیسی بود که رهبر انقلاب به تبیین آن پرداختند. در سیاست خارجی دو خصوصیت رو ایشون با هم در کنار هم رعایت میکرد، یکی تعامل، یکی عزتمداری، عزتمندی. اهل تعامل بود ایشون. اینجا با فلان رئیس جمهور اروپایی گاهی یک ساعت، یک ساعت و نیم تلفنی صحبت میکردن، یه واقعا تلفن یک ساعت و نیم مثلا پرتونی که تلفنی حرف بزن. اهل تعامل بود، اما از موضوع عزت نه اونچنان تند و دور کننده و چه که قطع بشه، نه بی خودی امتیاز دادن و دست پایین گرفتن و اینا، نه، از موضوع عزت، اما در این حال تعامل. رهبر انقلاب افسودند تعامل رئیس جمهور شهیدمان از موضع عزت با همه کشورهایی که امکان داشت و با اولویت همسایگان باعث شد پس از شهادت او چند نفر از سران برجسته جهان در پیام‌های تسلیت از رئیسی به عنوان یک چهره برجسته یاد کنند، نه سیاستمدار عادی. اهتمام به اجرای طرح‌های بزرگ از جمله انتقال آب دریا به شهرهای تشنه آب و بردباری و صبوری و مدارا، دو ویژگی عملی دیگر شهید رئیسی از دیدگاه رهبر انقلاب بود. ایشان افزودند رئیسی از اختلافات اوقاتش تلخ می شد اما با همه مدارا می کرد. در یک مورد هم که اختلافی جدی وجود داشت و ممکن بود دعوای بزرگی در کشور راه بیفتد به ایشان گفتم مطلقاً عکس العمل نشان ندهد. برایشان سخت بود اما عکس العملی نشان نداد و مدارا کرد. آخرین ویژگی برجسته شهید رئیسی که مورد تمجید رهبر انقلاب قرار گرفت معنویت و ذکر و دعا و توسل رئیس جمهور 13 بود. حضرت آیت الله خامنه ای در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان گفتند من این موارد رو گفتم برای اینکه اینها ثبت بشه، این ثبت بشه به عنوان یک الگو، معلوم بشه که کسی که رئیس قوه مجریه یک کشوره میتونه مجموعه این خصوصیات
عملی و فکری و قلبی و اینها رو با همدیگه داشته باشه و دنبال کنه. میشه، میتوانه که ایشون به حمدالله داشت. حضرت آیت الله خامنه ای با تشکر از اعضای هیئت دولت در همراهی و همکاری با آقای رئیسی گفتند اگر همکاری شما نبود طبعا این فعالیت ها امکان پذیر نمی شد. رهبر انقلاب با تشکر ویژه از آقای مخبر هم به خاطر همراهی با دولت 3 ساله شهید رئیسی و هم به علت اداره انصافا خوب امور اجرایی کشور بعد از شهادت رئیس جمهور گفتند تا آخرین لحظه کاری به این فعالیت ها ادامه دهید که این نیز یک الگوست. البته طبعا تشکیلات دولت تغییراتی خواهد کرد، اما خدمات شما نه تنها در چارچوب عناوین و مدیریت های خاص بلکه در همه شرایط می تواند ادامه یابد. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان بار دیگر از مردم و کار و تلاش مسئولان دولتی، وزارت کشور، رسانه ملی و نیروهای انتظامی و امنیتی برای برگزاری خوب و بدون حادثه انتخابات صمیمانه تشکر کردند و گفتند در برخی کشورهای دنیا انتخابات با دعوا و یقه‌گیری همراه است، در حالی که در کشور ما انتخابات به بهترین وجه برگزار شد. در ابتدای این دیدار آقای مخبر سرپرست ریاست جمهوری در همتنیدگی مدیریت و معنویت را از بزرگترین ویژگی‌های شهید رئیسی دانست و با اشاره به نگاه جامع و اولویت دار او در حل مسائل کشور تکیه به توان داخلی، عدم احساس بن‌بست و یأس، تأمل کم نظیر با همه مسئولان و آحاد مردم و پرهیز جدی از حواشی را از دیگر خصوصیات برجسته شهید جمهور شهید رئیسی برشمرد. آقای مخبر با اشاره به شرایط کشور در تابستان سال 1400 اقدام برای رفع تورم بجامانده از دهه 90، بدهی سنگین دولت 12، کاهش سرمایه گذاری و رکود و شرطی شدن اقتصاد را اولین برنامه دولت 13 در آغاز کار خواند و با ارائه آمار مقایسه‌ای از عملکرد دولت شهید رئیسی با دولت پیش از خود در زمینه‌هایی چون تورم تولید کننده و مصرف کننده، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، آبرسانی و تولید برق، رشد صنعت، احیای کارخانه ها، سرمایه گذاری در حوزه الانژی، ترانزیت، یارانه نقدی، طرح‌های معیشتی و بیمه سلامت به فراهم شدن تمام ملزومات برای رشد اقتصادی در سال جاری اشاره کرد و گفت پیشبینی دولت 13 برای رشد اقتصادی در سال جاری 8% است که اگر همین روند ادامه یابد تردیدی برای تحقق آن وجود ندارد. سرپرست ریاست جمهوری در انتهای سخنانش با بیان اینکه کابینه شهید رئیسی تا روز آخر به خدمت به مردم ادامه می‌دهد افزود در این ایام نرخ ارز و بازار نیز ثبات داشت و با وجود فرصت کم برای برگزاری انتخابات این کارزار سیاسی بدون هیچ گونه مشکل و یا اعتراضی با موفقیت به پایان رسید. دیدار اعضای دولت 13 با رهبر انقلاب این بار جنسش فرق داشت. دورتون تموم شد، چقدر دلتون تنگ میشه برای وزارت؟ ما دلمون برای خدمت برای مردم حتما تنگ میشه، ولی اصلا دلوستگی به میز و صندلی و مسئولیت نداریم. چقدر دلتون برای وزارت تنگ میشه اگه دورتون به پایان برسه؟ نگرانی از این بابت هیچ کس نداره، برای خدا اومدن، برای خدا میرن. برای وزارت اصلا دارم زنگ نمیشه، ولی برای ادامه این کارهای خوب حتما در خدمت کسی که جایگزینم بشه خواهم بود. از احوالشون در روزهای آخر مسئولیت پرسیدم. همه عزیزان خوشحال هستن از اینکه مأموریت و مسئولیتشون رو متعهدانه انجام دادن. وزرا هر کدام توصیفی داشتند از شهید رئیسی. شهید رئیسی یک انسان وطن دوست، دانشمند، شجاع، خستگی ناپذیر، عشقی که به مردم داشت و اون اراده‌ای که داشت که برای مردم سر از پا نمی‌شناخت. تلاش خستگی ناپذیر، صداقت، تلاش، پشتکار، کاری که
شهید رئیسی پیگیر بودن از شما که انجام بشه و شاید قرار بود تو این یک سال آینده انجام بشه و مونده. اون چه کاریه که باید دنبال شده؟ اتفاقا من میخوام بگم شهید رئیسی خب ذهنشون نگران سفره مردم بود و مرتب و مکرر این رو میخواستن که مراقبت بکنید از این که سفره مردم آسیب نبینه. و یادش گرامی، مرد میدان دیپلماسی. به نظر من یک سیاست ورز باورمند به مبانی انقلاب که حراس از میدانداری در میدان پرخطر مناسبات بین المللی نداشت. سه سال دولت سیزدهم، دولت خدمت، دولتی که شبانه روزش رو گذاشت برای اینکه بتواند رضایت و اعتماد امید مردم رو افزایش بده. واقعا دوران پرفشار، اونم با ترازه‌هایی که آیت الله رئیسی از وزرا توقع داشت، انشالله که مردم راضی باشن. و کسی که یار و همراه و رفیق شهید رئیسی بود تا روز آخر. بخوای توصیف کنید سه سال خدمات دولت سیزدهم رو چی می‌فرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فکر و ذکر و همت و تلاش و خستگی ناپذیری فقط برای خدمت به مردم. و یک توصیه به دولت مردان جدیدی که خواهند آمد؟ همین مسیر رو طی کنم. مختصر و مفید ها. و رئیس دفتر رهبر انقلاب هم از مختل نشدن کار کشور در آن روزهای سخت گفتند. بعد از پیام حضرت آقا به مسئولیت جناب آقای مخبر که فرمودن باید همه چیز طبق روال خودش پیش بره، این کار الحمدلله تا الان تا امروز به خیر و خوشی تا حالا تمام شده. آب از آب تکون نخورد. این مسئله کوچیکی نیست، خیلی مسئله مهمیه. اولین دیدار اعضای دولت سیزدهم با آقا شهریور 1400 بود. سلام، مبارک باشه. سلام علیکم. یالا آقای سلام. یادش گرامی آن روز از صداقت با مردم گفت. با صداقت با مردم عمل کنیم. امروز مسئله صداقت موضوع بسیار مهم و محوری است. مردم دلشون میخواد مسئولین باشون صادق باشن. خب میشه گفت این آخرین دیدار اعضای دولت سیزدهم با رهبر انقلاب، دیداری که در اون جای دو شهید عزیزمون، شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان خیلی خالیه. این جلسه طبق معمول همه دولت‌های دیگر جلسه تشکر بنده از مسئولین و دوستان و اعضای دولت و عکس پایانی اعضای دولت سیزدهم با رهبر انقلاب. اعضای دولت قرآن کریم هدیه رهبر انقلاب رو از دست رئیس دفتر ایشان گرفت. و در پایان هم اعضای دولت دقایقی چهره به چهره با آقا هم کلام شدند. علی رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما.